چند خط خبرها؟ اینجا پشت کوه یه دفعه صدای انفجار اومد. الانم که نورش داره میاد. انفجار مهیب در شرق تهران. وزارت دفاع ایران میگوید یک مخزن گاز در پارچین منفجر شده. دستگیری 13 شبه نظامی مورد حمایت ایران توسط عراق. آمریکا و نیروهای ائتلاف گفتند در این عملیات حضور نداشتند. شمار قربانیان کرونا در مکزیک از 25 هزار نفر گذشت. مقام‌های بهداشتی میگویند تعداد واقعی مبتلایان در آمریکا احتمالاً بیش از 20 میلیون نفر است. پایان 3 دهه انتظار برای قرمز پوشان آنفیلد. لیورپول قهرمان لیگ برتر انگلیس شد. سلام، عصر جمعتون بخیر. 26 ژوئن برابر با 6 تیر ماه. خوش آمدید به این بخش خبری از تلویزیون فارسی بی بی سی. من پریزاد نوبخت هستم. از ساعت اولیه روز انتشار گزارش و ویدیوهایی در شبکه‌های اجتماعی از وقوع انفجاری در شرق تهران و در نزدیکی تأسیسات پارچین خبر می‌داد. وزارت دفاع ایران می‌گوید یک مخزن گاز در این منطقه منفجر شده ولی تلفات جانی نداشته. شیدا هوشمندی گزارش می‌دهد. بچه‌ها اینجا پردیسه. ویدیویی که در نخستین ساعت بامداد جمعه 6 تیر ماه به سرعت و گسترده در شبکه‌های اجتماعی بازنشر شد. اینجا پشت کوه یه دفعه صدای انفجار اومد. صدای مهیب و بعد این نور نارنجی رنگ در شرق تهران. در نزدیکی تأسیسات پارچین. یکی از تأسیسات مهمی که گفته می شود فعالیت هسته‌ای در آن انجام شده. نخستین آن نطنز در نزدیکی اصفهان، فردو در نزدیکی قم و پارچین در شرق پایتخت. انفجار در اینجا دیده شده، در نزدیکی پارک سرخ حصار. 12 به بعد اینا بود، 12:30. جویدم از اون تلای کوه پارچین، یعنی نور خیلی زیادی، یعنی هوا روشنی کلاً. مقام‌های ایرانی میگویند نور شدید ناشی از انفجار یک مخزن گاز بوده. اینجا محل انفجار. اینجا گزارشگر تلویزیون دولتی ایران مخازنی را نشان می‌دهد که نیمه سوخته هستند و میگوید انفجار در این مخازن رخ داده. در این مخزن رخ داده. اون قسمتی که شکافته شده رو خودتون به وضوح می‌بینید. وزارت دفاع ایران هم دلیل انفجار را همین موضوع عنوان کرده. تلفات یا خساراتی هم داشتی؟ نه، الحمدلله عرض کردم چون در یک منطقه فوتی کسی. بله، چون در یک منطقه فاقد حضور مردم هست و اینجا در حقیقت یک منطقه کوهستانی هست، هیچ گونه تلفاتی به حمدالله نداشتیم و بلافاصله توسط عوامل آتش نشان و اطفاء حریق کنترل شده و الان هم در وضعیت بسیار عادی قرار داره. این نخستین بار نیست که در نزدیکی مجتمع نظامی پارچین انفجار رخ می‌دهد. منطقه‌ای که بنابر گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در گذشته محل انجام آزمایش‌های هسته‌ای بوده. در پاییز سال 86 انفجاری در این منطقه رخ داد که در آن زمان مقام‌های آتش‌نشانی اعلام کردند که در انبار ضایعات و لاستیک بوده و ماهیت نظامی نداشته. 7 سال بعد در پاییز سال 93 انفجار دیگری در این منطقه اتفاق افتاد. وزارت دفاع ایران آن را آتش سوزی در یک مرکز مواد منفجره خواند. همان زمان این تصاویر ماهواره‌ای که مؤسسه دانش و امنیت بین الملل منتشر کرده بود نشان می‌داد انفجار تا حدی بوده که برخی ساختمان‌های مجتمع آسیب دیدند. ایران برای سالها به کارشناسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اجازه بازدید از تأسیسات پارچین را نداد. نزدیک به 5 سال پیش یوکی آمانو، مدیر کل سابق آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، از این سایت نظامی دیدار کرد. بازرسان آژانس هم گفتند هیچ فعالیت مشکوکی در پارچین انجام نمی‌شود. اما مبنای این گزارش نمونه‌هایی بود که ایران بدون حضور کارشناسان آژانس از این سایت گردآوری و به بازرسان ارائه کرده بود. ابعاد فعالیت‌های ایران در این تأسیسات که در نزدیکی محل سکونت شماره زیادی از شهروندان تهرانی است همچنان و با گذشت تمام این سال‌ها نامعلوم است. شیدا هوشمندی، بی بی سی.
تعدادی از نمایندگان با نفوذ مجلس ایران در نامه‌ای به رئیس جمهوری هشدار دادند که آنچه آنها روند مدیریت 7 ساله او خواندند را تغییر دهد. نویسندگان این نامه که رؤسای کمیسیون‌های تخصصی مجلس هستند، از حسن روحانی خواستند به مشکلات اقتصادی و معیشت مردم رسیدگی کند. آنها گفتند که به دنبال احیای انقلابی‌گری هستند و در دفاع از حقوق مردم سکوت نمی‌کنند. آمارهای گمرک چین نشان می‌دهد که واردات نفت این کشور از ایران به شدت کم شده. طبق این آمار، چین در 5 ماه اول سال جاری میلادی در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 90% کمتر نفت از ایران وارد کرده، در حالی که واردات نفت از عربستان و آمریکا را به میزان چشمگیری بیشتر کرده. یک شهروند نروژی ایرانی تبار به جرم جاسوسی برای سازمان‌های اطلاعاتی ایران با هدف ترور یک مخالف عرب تبار ایران در دانمارک به 7 سال زندان محکوم شد. این مرد 40 ساله حدود 1 سال پیش در دانمارک بازداشت شد. نام این فرد منتشر نشده. همزمان دانمارک 3 نفر دیگر را به اتهام جاسوسی برای عربستان در جهت آنچه انجام عملیات تروریستی در ایران نامیده متهم کردند. افزایش ناامنی‌ها در شاهراهای افغانستان از جمله شاهراه کابل لوگر و بزرگراه کابل قندوز نگرانی‌هایی در این کشور ایجاد کرده. شماری از کسانی که در این مسیرها سفر کردند میگویند طالبان پست‌های بازرسی در شاهراه‌ها ایجاد کرده. طالبان گفته که هدفش از ایجاد ایستگاه بازرسی شناسایی افراد دولتی است. وزارت دفاع افغانستان با تایید این خبر گفته برنامه‌هایی برای تامین امنیت شاهراه‌ها در نظر دارد. همکارم روین رهنوش از کابل با ماست. روین، اگر میشه یه توضیحی بده که وضعیت امنیتی شاهراهای افغانستان این روزها کلن چطوره؟ همونطور که از ناامنی همه افغانستان متاثر هست، شاهراهای افغانستان هم متاثر مستثنا نیست و با یک پدیده جدید در شاهراهای افغانستان ناامنی نیست. از چند سال به این طرف میشه گفت که کماکان ناامنی در بخش‌های از افغانستان ادامه داره، اما شاهراه جنوب شرقی لوگر به سمت کابل و شمال شرقی قندوز به سمت کابل در حال حاضر بیشتر ناامنی‌ها را داره و ناامنی‌ها در مسیرهای مختلف افغانستان در شاهراه‌ها هم افزایشی بیشتر یافته و از درگیری هایی که بین نیروهای امنیتی و گروه طالبان در این مسیرها رخ میده، نیروهای امنیتی و غیر نظامیان هم آسیب میبینند. تنها بحث درگیری ها نیست، سارقین مسلح، افراد مسلح غیر مسئول و ماین های کنار جاده دیگر موارد هستند که غیر نظامیان را تهدید میکنند. مسافرین میگن که در مسیرهای لوگر کابل و قندوز کابل تقریبا همه روزه خشونت‌ها و ناامنی‌ها ادامه داره. همچنین همونطور که چند روز پیش در مسیر خوست پکتیا یک بسی که مسافرین را انتقال میداد در جریان درگیری گروه طالبان با نیروهای امنیتی در میان جنگ ماند و 12 نفر از مسافرینش زخمی شدند. شمار بدل ناامنی‌ها ترجیح میتند که در خانه‌هایشان در محله‌هایی که هستن باقی بمانند و مسافرت نکنند. گروه طالبان همونطور که گفتی در مسیرهای مختلف بازرسی‌های بازرسی ایجاد کردند و ذبیح الله مجاهد سخنگوی این گروه گفت که با زمانی که گزارش دریافت می‌کنند که مامورین دولتی و کارمندان دولتی از یک مسیر عبور می‌کنند و وسایل نقلیه و مسافرین را بازرسی می‌کنند. وزارت دفاع هم گفت که در تلاش هست که در هماهنگی با فرماندهان محلی امنیت شاهراه‌ها را بهتر بکند. متشکرم از توضیحاتی که دادی روین نهرنوش، همکارم از کابل. نیروهای ویژه عراقی با یورش به یکی از مراکز گروه کتائب حزب الله در جنوب بغداد پایتخت 13 عضو این گروه مورد حمایت ایران را دستگیر کردند. گزارش شده که چند دستگاه راکت انداز هم در این عملیات توقیف شده. سخنگوی نیروهای ائتلاف به خبرنگار ما نفیسه کوهنورد گفته که نیروهای آمریکا یا ائتلاف در این عملیات حضور نداشتند. محسن صلح دوست، پژوهشگر روابط بین الملل دانشگاه کوینزلند از بریزبن استرالیا با ما هستند. آقای صلح دوست، گروه های شبه نظامی مسلح مدتی است که در عراق حضور دارند و فعالیت می کنند. چرا دولت عراق الان در واقع حمله کرده به این گروه؟ درود بر شما.
عرض کنم خدمتتون، ببینید در خوشبینانه ترین حالت به نظر من میشه گفت که دولت آقای کاظمی سعی داشت یه به نوعی زورآزمایی یا به عبارتی قلقگیری بکنه از نیروهای تحت حمایت ایران. یعنی قصد داشتن با دستگیری تعدادی از افراد هشت پایگاه اجتماعی هشت و شبیه رو در بین مردم بسنجن و یک ارزیابی هم داشته باشن از نتیجه احتمالی برخورد وسیع‌تر که اگر قرار باشه با این گروه ها انجام بشه. اما در حالت بدبینانش باز هم میشه گفتش که این اتفاق باز نتیجه اشتباه محاسباتی و دید غیر واقع گرانه ایالات متحده و انتظاری که از دولت های کاظمی در عراق داشت. ما دیدیم که در رابطه با ترور آقای سلیمانی ایالات متحده گمان میکرد که بعد از ترور ایشون خب تمام این داستان گروه های شبه نظامی در عراق تمام خواهد شد، ولی خب این اتفاق نیفتاد و فکر میکنم که این کار هم ادامه همون اشتباه محاسباتی بود که آمریکا در عراق داشته از ژانویه 2020 که شاهدش بودیم. به قاسم سلیمانی اشاره کردین، آیا میشه گفت که دولت ایران بعد از قاسم سلیمانی نفوذش در عراق در واقع خدشه‌دار شده تا حدی؟ من گمان نمی‌کنم که نفوذ ایران در عراق تغییر چندانی کرده باشه. ما شاید شاهد یک سری تغییرات تاکتیکی باشیم، مثل عدم ارتباط مستقیم با گروه‌هایی که قبلا در عراق بودند و عدم انجام عملیات توسط گروه‌های قدیم و یا جابجایی این نیروها در بعضی مواضع در عراق. اما در عوض دیدیم که گروه‌های جدیدی تشکیل شدند. حتی امروز من در فضا مجازی دیدم گروهی به اسم مقاومت اسلامی سربازان قاسم سلیمانی اعلام موجودیت کرده بود. این گروه‌های جدید همچنان در حال تشکیل شدن هستند، همچنان با همون پیامی که قاسم سلیمانی و آقای مهندس داشتند به کار خودشون و به عملیات نظامی و مبارزه با حضور آمریکا در عراق ادامه میدن و عملیات جدیدی رو دارن انجام میدن. بنابراین من فکر می‌کنم شاید بشه گفت حضور ایران در عراق شاهد تغییرات تاکتیکی هست، ولی گمان نمی‌کنم که نفوذ ایران کم شده باشه نسبت به زمانی که آقای سلیمانی خودشون در عراق بود. متشکرم از شما محسن سلدوس، پژوهشگر روابط بین‌الملل با ما. گزارش ها از شهر گلاسکو در اسکاتلند حاکی از آن است که سه نفر در این شهر با ضربات چاقو به قتل رسیدند. تصاویری که میبینید تصاویر زنده است از محل. گفته شده که این حادثه در راه بله یک هتل رخ داده، هتلی در شهر گلاسکو در اسکاتلند در شمال بریتانیا، و همینطور گفته شده که پلیس در واقع تونسته با شلیک گلوله مهاجم رو ساقط بکنه و مهاجم در این حادثه کشته شده. پلیس گفته که شرایط تحت کنترله و مردم این شهر نیازی نیست که نگران باشند. تکرار میکنم تصاویری که میبینید تصاویر زنده است از گلاسکو در شهری است در اسکاتلند که حمله با چاقو در این شهر اتفاق افتاده و سه نفر در این حمله کشته شدند با ضربات چاقو، و پلیس گفته که مهاجم هم با شلیک گلوله از پای در آمده و کشته شده. نگاهی دوباره به مهمترین عناوین خبری این برنامه. اینجا پشت کوه یه دفعه صدای انفجار اومد. الان هم که نورش داره میاد. به دنبال شنیده شدن صدای مهیب در شرق تهران، وزارت دفاع ایران میگوید یک مخزن گاز در پارچین منفجر شده. همزمان با دستگیری 13 شبه نظامی مورد حمایت ایران توسط عراق، آمریکا و نیروهای ائتلاف گفتند در این عملیات نقشی نداشتند. در ادامه این برنامه. قهرمانی لیورپول در لیگ فوتبال انگلیس بعد از 30 سال ناکامی. رشد دوباره آمار ابتلا به کرونا در آمریکا هشدار دهنده شده. بعضی از ایالت‌های جنوبی آمریکا به دنبال بالا رفتن ناگهانی تعداد مبتلایان بازگشایی اماکن عمومی را به تأخیر انداختند. در آمریکا حدود 2.5 میلیون مورد ابتلا به کرونا گزارش شده، اما پزشکان میگویند تعداد افرادی که ناقل ویروس کرونا هستند بالای 20 میلیون نفر است. بریتانیا هم روزهای گرمی را پشت سر می‌گذارد که خطری برای حفظ قرنطینه شده. مهتاد فرهمند گزارش می‌دهد. تگزاس به یک باره در 24 ساعت نزدیک به 6000 مبتلای تازه به کرونا و 47 مورد مرگ تازه از این بیماری ثبت کرده. رشدی ناگهانی تقریبا در سرتاسر ایالت، تا جایی که بیمارستان‌ها جراحی‌های غیر فوری را لغو کرده‌اند
تا برای بیماران تازه جا باز شود. در کالیفرنیا هم رشد آمار ابتلا در روزهای اخیر باعث شده بازگشایی دیسنیلند که برای 3 هفته دیگر برنامه ریزی شده بود تا اطلاع ثانوی عقب بیفتد. وضعیت در بیشتر ایالت‌های جنوبی و غربی آمریکا همین است. رشد ناگهانی و هشدار دهنده ابتلا به کرونا که باعث شده آمار گزارش‌های روزانه از شناسایی مبتلایان به ارقام 2 ماه پیش بازگردد، به روزهای اوج انتشار ویروس کرونا در ایالات متحده. کرونا باز هم آمریکایی‌ها را به شمالی و جنوبی تقسیم کرده. در 3 ایالت نیوجرسی، نیویورک و کانکتیکات رفت و آمد با ایالت‌های جنوبی و غربی را منع کردند. اگر کسی از این ایالت‌ها سر برسد، باید 2 هفته قرنطینه شود. گفته می‌شود اتحادیه اروپا هم در حال بررسی قطع رفت و آمد میان آمریکا و اتحادیه اروپا است. در این سوی اقیانوس اطلس هم زنگ خطر به صدا در آمده، اما نه به بلندی آمریکا. دیروز گرمترین روز سال در بریتانیا بود. امروز هم کم گرم نیست. بیش از 500,000 نفر به سواحل جنوب شرقی انگلستان هجوم بردند. پزشکان هشدار دادند که همین تجمع‌های ساحلی میتواند آنچه قرنطینه رشته بود پنبه کند. اما دولت گفته فعلا کاری به کار برخورداران از آفتاب کمیاب ساحلی انگلستان ندارد. مرداد فرهمند، بی بی سی. وزارت بهداشت ایران تعداد قربانیان کرونا در طی شبانه روز گذشته را 109 نفر اعلام کرد. در همین مدت بیش از 2600 نفر هم به ویروس کرونا مبتلا شدند. بنا به آمار رسمی وزارتخانه، رقم کل افرادی که به کرونا مبتلا شدند به بیش از 217 هزار نفر میرسد و مجموع تعداد کسانی که بر اثر ابتلا به این بیماری جان باختند از مرز 10 هزار نفر گذشته. وزارت صحت افغانستان از ثبت 276 مورد جدید ابتلا به ویروس کرونا در شبانه روز گذشته خبر داده. این وزارتخانه گفته شمار کل مبتلایان به کووید 19 به بیش از 30 هزار نفر رسیده. آمار رسمی جانباختگان هم با ثبت 8 مورد جدید 683 نفر شده. وزیر خارجه آمریکا دیروز در گردهمایی صندوق مارشال آلمان گفت موافقت نکردن با تمدید تحریم تسلیحاتی ایران مشکل است و توجیهی ندارد. مایک پومپئو همچنین جو بایدن رقیب دموکرات دونالد ترامپ را متهم کرده که تلاش می‌کند به گفته او آیت الله های ایران را خوشنود کند. آمریکا می‌کوشد تحریم‌های تسلیحاتی شورای امنیت علیه ایران را که حدود 3 ماه دیگر به پایان می‌رسد برای دوره‌ای نامحدود تمدید کند. پیشتر از همکارم بهمن کلباسی در نیویورک درباره تلاش‌های آمریکا برای تمدید تحریم تسلیحاتی ایران پرسیدم. در کلام در این صحبتی که طریق ویدیو با صندوق مارشال کرده گفت که من امیدوارم در هفته‌های آینده که ما این قطعنامه تمدید تحریم تسلیحاتی ایران رو روی میز می‌ذاریم، می‌دونیم که توضیحش کردن بین پیشنویسش رو توضیح کردن بین کشورهای عضو شورای امنیت، ولی در هفته‌های آینده که رأی بذاریم کشورهای اروپایی به این نتیجه برسن که تمدید این تحریم کار درستی است و بهش رأی بدن. البته ما هنوز چنین نشانی اصلا ندیدیم از دیپلمات‌ها اینجا در نیویورک، به خاطر اینکه حداقل تا اینجا میگوین که هیچ شانسی برای تصویب این پیشنویس وجود نداره، نه فقط به خاطر اینکه چین و روسیه اون رو به تو خواهند کرد، بلکه حتی مشخص نیست به 9 رأی حداقل لازم برسه که اون وقت نیاز به وتو باشه. به همین جهت مشخص نیست که خوشبینی آقای پومپئو از کجا میاد. در این صحبتایی که اینجا کرده بعدم تاکید کرده است که فشار حداکثری برخلاف حرفایی که دیگران میذارن خیلی هم موفق بوده و مثالی که در گذاشتم آورده این است که حزب الله لبنان کمتر امکانات مالی داره. البته این در تضاد هست با حرفایی که بعضی وقتا خود آقای پومپئو میزنه که میگوید ایران در منطقه همچنان در حال ایجاد مسئله و تخریب صلح و امنیت منطقه است. در نتیجه این حرف رو هر دورش رو از آقای پومپئو شنیدیم و اینکه صحبتش این بود که ما معتقدیم که صرف نظر از اینکه ایران برنامه هسته‌ای رو دوباره از سر گرفته، اجازه نخواهیم داد که
به سلاح هسته‌ای برسه و این حرفی که باز مشخصا در گذاشتم بارها ازش شنیدیم. ولی اون چیزی که مهم بود در این صحبت‌ها این ابراز خوشبینی از اینکه اروپایی‌ها و آمریکایی‌ها خواهند پیوست. باید ببینیم آیا واقعا اروپایی‌ها قصد یک چنین گامی رو دارن یا نه. این صحبت‌های آقای پومپو که در واقع به جو بایدن تاخته، چقدر چنین حمله ای از جانب وزیر خارجه آمریکا معموله به رقیب سیاسی رئیس جمهور؟ از نظر سنتی وزرای خارجه باید به اصطلاح وارد مسائل سیاست داخلی و به خصوص رقابت کاندیداها برای ریاست جمهوری نشند. ولی خب 3-4 سالی است که سیاستمداران آمریکا مخصوصا اطرافیان آقای ترامپ و خود او دوران سنت‌های سیاسی رو دور انداختن. در چه عجیب نیست که آقای پومپو مستقیما بیاد با آقای بایدن حمله کنه و بگوید که او ایران رو میخواد خوشنود کنه، به قول او آیت الله های ایران رو میخواد خوشنود کنه. البته اشارهش به توافق هسته‌ای و برجام و وعده آقای بایدن هست که به برجام باز میگرده اگر رئیس جمهور بشه. ولی باید انتظار داشت که این حرفا رو از خود آقای ترامپ هم بیشتر بشنویم در ماهای آینده که انتخابات و فضاش داغ‌تر میشه. آقای ترامپ چند روز پیش گفت که اگر آقای بایدن ببره ایران اصلا صاحب آمریکا میشه. درنچه این باید انتظار داشت که این بخشی از حملاتی باشه که در به خصوص بحثی باشه که در سیاست خارجی بین دو کاندیدا رخ خواهد داد و آقای ترامپ و حالا آقای پومپو رسما آقای بایدن رو متهم کنن که اگر رئیس جمهور بشه در برابر ایران انعطاف بیش از حد نشون خواهد. توضیحات همکارم بهمن کلباسی رو شنیدید. بیش از یک ماه از کشته شدن جورج فلوید، شهروند سیاه‌پوست آمریکایی در جریان بازداشت پلیس در مینیاپولیس می‌گذرد. حادثه‌ای که اعتراض‌های گسترده‌ای در سراسر جهان داشته. نیک برایانت خبرنگار بی بی سی در گزارشش نگاهی کرده به تغییراتی که حوادث اخیر در جامعه آمریکا ایجاد کرده، با این توضیح که صحنه‌هایی در این گزارش هست که می‌تونه برای بعضی ناراحت کننده باشه. در جریان تظاهرات بی‌وقفه یک ماه گذشته، نسلی جدید با مشکل قدیمی آمریکا دست و پنجه نرم کرد. اینجا پایین پله‌های ساختمان یادبود آبراهام لینکلن دور هم جمع شدند، جایی که مارتین لوتر کینگ سخنرانی مشهورش را انجام داد. اما رسیدن به برابری نژادی واقعی همیشه به آینده موکول شده و این یعنی زخم‌های ناشی از بردهداری و تبعیض نژادی هرگز درمان نشدند. این خشونت پلیس بود که معترضان را به خیابان‌ها کشاند. اما آنچه باعث ادامه اعتراضشان در یک ماه گذشته شده، حس عمیق‌تری از نابرابری نژادی است. جنبشی از نژادها و نسل‌های مختلف که به نظر پیشرفت قابل توجهی داشته. این ادغامی از گذشته به آینده است. همه ما میدونیم که بر شانه‌های حقوق شهروندی ایستادیم. این حق شهروندی ماست. این جنبش مدنی جهان را تغییر میده. این جنبش همین حالا دارد آمریکا را تغییر میدهد. مجسمه‌هایی که یادآور تاریخ برده‌داری‌اند سرنگون میشوند و نمادهای جدیدی ظاهر شدند. در واشنگتن شعار زندگی سیاهان مهم است در نزدیکی کاخ سفید روی زمین نوشته شده. درباره رفتار پلیس، نظرسنجی‌ها می‌گویند اکثریت خواهان وضع مقرراتی هستند که شرایط استفاده از زور و پیامدهای استفاده بیش از حد از آن را تعیین کند. در بعضی شهرها، گرفتن گلوی افراد هنگام بازداشت منع شده. این نمایش خشم و سرخوردگیه. اشتباهه که این را فرصتی برای آشتی ملی تلقی کنیم. مشکلات نژادی همیشه جلوی چشم ما بودن، اما تا رسیدن به راه حل هنوز فاصله زیادی باقیه. توافق همگانی در مورد قطع بودجه پلیس بعید به نظر می‌رسد. معترضان درخواست کاهش بودجه پلیس و اختصاص آن به طرح‌های اجتماعی را دارند. اما یکی از رهبران معترضان، نلی نی استمپ، تغییر دیدگاهی اساسی را احساس می‌کند. این تئوری هست که میگه کار بیهوده ایه و نمیتونیم در مورد امتیازات نژادی صحبت کنیم. اما سفیدپوستا دارن اینو میفهمن که امتیازاتی دارن که جامعه سیاه‌پوستان هرگز نداشتن. اونا دارن میفهمن که شاید این برتری باعث شده که سریعتر و بهتر به جایی که هستن برسن. تغییر بزرگیه. تغییر عظیمیه. موج تغییر داره این کشور رو تحت تاثیر قرار میده و ما نیروی هستیم که رومون حساب میشه. در ملتی که از دل اعتراض بیرون آمده، خیلی ها در این جنبشی که بیشترش اعتراض صلح‌آمیز بوده، زیبایی آمریکایی را دیدند.
اما تاریخ به ما یاد داده که وقتی آمریکایی‌های آفریقایی تبار پیشرفتی حاصل کردند، همیشه با واکنش شدید سفیدپوستان روبرو شدند. این لحظه است که وجدان عده‌ای از آمریکایی‌های دلسوز را آزار داده، اما در همین حال می‌تواند تعصب عده‌ای دیگر را هم شدیدتر کند. نیک برایان، بی بی سی نیوز، نیویورک. باشگاه فوتبال لیورپول بعد از 3 دهه قهرمان لیگ برتر انگلیس شد. با وجود اینکه هنوز 7 هفته به پایان مسابقه آماده، دیشب بعد از شکست تیم منچستر سیتی در لندن مقابل چلسی، دیگر هیچ تیمی امکان رسیدن به 86 امتیازی که لیورپول ثبت کرده را نداره. این قهرمانی واکنش‌های زیادی در بندر لیورپول و طرفداران بیشمارش در سراسر دنیا داشته. خبرنگارمان پوریا جعفری گزارش می‌دهد. پایان انتظار 30 ساله، آغاز جشن‌های خیابانی. لیورپول قهرمان لیگ برتر فوتبال انگلیس، 19 قهرمانی بالاترین دسته فوتبال انگلیس و برای اولین بار از زمانی که با پول‌های عظیم شبکه‌های تلویزیونی لیگ برتر تأسیس شد. لحظه رسمی شدن قهرمانی اما در لندن بود، در یکی از گرم‌ترین شب‌های امسال. چلسی با برد 2-1 جلوی منچستر سیتی باعث شد تا سریع‌ترین قهرمانی تاریخ مسابقه ها در فاصله 7 هفته به پایان ثبت شود. لیورپول که سال پیش قهرمان اروپا هم شده بود، این فصل مسابقه ها را عالی شروع کرد. پیشبینی قهرمانی این تیم در وسط های فصل کار سختی نبود، تا اینکه ویروس کرونا از راه رسید. کابوسی باور نکردنی برای طرفداران خرافاتی لیورپول. اما بعد از 100 روز وقفه از سرگیری مسابقه ها فرصتی بود تا سریع ترین قهرمانی در دیرترین موقع فصل و برای اولین بار در تابستان ثبت شود. مخفی کرونا از درخشان بودن کار ما کم نکرده. حتی اگه مسابقه ها از سر گرفته نمیشد، 25 امتیاز جلو بودیم و باید قهرمانی رو که حقمون بود به ما میدادن. اینکه تیم نتونست همراه هوادارا جشن بگیره چیزی از ارزش کار کم نمیکنه. در طول این 30 سال لیورپول بارها تا یک قدمی قهرمانی هم پیش رفته بود، اما وقتی همه چیز مرتب به نظر می رسید، زمین و زمان دست به هم می دادند تا مانع قهرمانی شوند. منفی نگری بین هواداران لیورپول احساسی عادی شده بود، تا اینکه این مربی آلمانی یورگن کلوپ مسئولیت تیم را به عهده گرفت. بازیکن‌ها دوستش دارن، می فهمنش و بهش احترام می زارن. اون هم باهاشون حرف میزنه و بهشون اعتماد به نفس میده. در کل مربی خیلی خوبیه. کلوب با شعار اینکه شک شما را به باور تبدیل میکنم کار را شروع کرد و حالا بعد از 5 سال همه به او ایمان آوردند. اگر امید داشته باشی و سخت کار کنی، همه چیز میسر است، حتی قهرمانی بعد از 30 سال. پوریا جعفری، بی بی سی. ممنونم از اینکه با ما در تلویزیون فارسی بی بی سی همراه هستید.